دوستان سلام، تکنیکال ارتو دسام زاره هستم. توی ویدیوی قبلی در مورد خار پاشنه و کفی هاشو صحبت کردیم و قرار شد که تو ویدیوی آینده در مورد ساخت یک کفی که شما بتونید توی خونه اون کارو انجام بدید، چون پیش میاد چه از لحاظ هزینه ای، چه از لحاظ اینکه ممکنه یه جایی باشید که اصلا پزشک در ارتباط با شما نباشن، مناطق خاصی باشید یا حتی خارج از کشور باشید و براتون سخت باشه. خب نگاه کنید، به طور خیلی خلاصه که بخوام توضیح بدم بهتون، ما میخوایم فشار رو روی قسمت کالکانوس پاشنه، کالکانوس یا پاشنه پا ورداریم. خب بهترین کار این هستش که بیایم اصلا فشار رو روی نقطه متمرکز وسط پا از اون قسمت رو ما خالی کنیم، یعنی فشار رو آفلود کنیم روی این قسمت پاشنه پا. خب بریم که توضیح بدم خدمتتون که چه کاری رو ما میخوایم انجام بدیم. خب دوستان، برای این کار به فوم نیاز هست. معمولا فوم ها رو میتونید حالا از جایی که فوم فروشی هستن، معمولا تیکه پاره هاشون هست که حالا اون قطعات ها انجام میدن، یعنی تیکه میکنن. اگر نه، لوازم تهیه معمولا دارن این تیکه فوم ها رو. حالا اگر ضخامتش، معمولا ضخامتی که میخوایم باشه نیم سانت هستش. بینه اگر کسی شخصی هستش که وزنش بیشتر هست، معمولا نیاز به فوم ضخیم‌تر، چون وزن زیاد فوم هم حالت نرمی رو دارن و ما میخوایم که قسمت پاشنه رو بیایم آفلودش کنیم. حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، معمولا بهتر هستش که کسی، افرادی که خار پاشنه دارن، کفشای کتونی یا کفشایی که داخلشون کفی دارن استفاده کنن، خیلی بهتر هستش. خب برای این کار معمولا ما همون قسمت پاشنه رو میخوایم در نظر بگیریم که این قسمت یعنی نهایتا کافی هستش. اون الگوش رو در میاریم. کاری که باید انجام بدیم این هست که حالا اگر کاتر، اگر نه چاقوی خیلی تیز، اگر نه که قیچی، حالت این قیچی که ما داریم کوچیک هست، قیچی خیلی بزرگتر هم میشه این کار رو انجام داد. اینجا هم یه خورده حالت اوریب داشته باشه که توی کفش بشینه، خیلی بهتر هستش، این کمک کننده است. این قسمت اینجا رو نگاه میکنیم خیلی زیاد هست، معمولا همون قسمت پاشنه اینقدر باشه یا اینقدر از پاشنه پا رو در بر بگیره که کفایت میکنه. یه خورده دیگه این قسمتش هم. بعد ما میخوایم قسمت پاشنه رو آفلود کنیم دیگه. ما میایم از قسمت اطراف که حالت همون پد پاشنه هستش کمک میگیریم که این قسمت ها روی پاشنه، و این قسمت که قسمت دقیقا نقطه فشار همون استخوان کالکانوس هستش رو خالی کنیم، دقیقا به همون ترتیبی که بهتون گفتم. اضافات رو کنار میذاریم. نگاه کنید، بهترین حالتی که لحاظ میشه یه همچین حالتی است. وقتی که پاشنه پا قرار میگیره، این حالتی که وجود داره آفلودینگ انجام میگیره. یه کار دیگه هم که یادتون نره، نگاه کنید، این که توی کفش قرار میگیره پله ایجاد میکنه، پا رو اذیت میکنه. این قسمت رو میتونید حالا با قیچی یا کاتر این قسمتش هم رو بگیرید و دقیقا هم حالتی که ایجاد میشه
اگر چسب داشت میتونید که چی اینو تو قسمت دقیقا اینجا قرار میگیره و وقتی و خیلی بهتر هستش اگر روی کفی قرار بگیره، خیلی بهتر هست. یعنی اینجا دقیقا وقتی که وزن میفته ملاحظه کنید اون حالت. حالا میتونید اگر بخواید هم میتونید این قسمت های اطراف رو حالا بسه بهتر توی کفش بشینه، میتونید حالا یا قیچی کنین این قسمت هاشو به اصطلاح لبه ها رو لیویسش کنیم با این حالت. اگر کفشتون اون حالت کفی داخلش نداره میتونید اینو همینطور بچسبون، ولی خیلی بهتر هستش که با کفی باشن و دقیقا چی میاد و داخل کفش قرار میگیره، یه همچین حالتی رو پیدا میکنه. حالا اگر اینطور حالت چسبی نداشتید یا اگر عرض به خدمتتون فومتون کوچیک بود اون ضخامت لازم رو نداشت، کاری نداره که یعنی اون ابعادی رو که ما میخواییم و میبریمش و خیلی بهتر هستش که شما بیاید اینو قشنگ به ابعاد مربع تقسیم بندی میکنید. اگر که چسب مهم نیست چه چسبی باشه، حالا من چسب کفاشی رو دارم، از اینجا میایم این قسمت یه لایه رو میچسبونیم. خیلی میخواد چسبش مکمتر باشه میتونید صبر کنید، اگر نمیتونید همین حالت بچسبونید و همون مراحل رو تکرارش کنید و توی کفشتون میچسبونید. توی مرکز اردو فنی اگر حالا اینو صندل در نظر بگیریم، میایم قسمت پاشنه رو خالی میکنیم با استفاده از دستگاه و داخلش رو با استفاده از فوم نوپرن و حالا این وسیله های نرمی که وجود دارن پرشون میکنیم و یه رویه میخوریم. حالا اگر کسی قوس بیچسدی یا صافی هم داشته باشه اون پد آرکم اینجا اضافه میشه، این کارم میشه انجام داد. خب دوستان، امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. سوالی چیزی داشتید تو قسمت کامنت ها بنویسید و اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک یادتون نره و در ضمن سابسکرایب یا پیوستن هم بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ممنونم که در این لحظه با ما همراه بودید. سالم و تندرست باشید.